افزایش حملات در غرب کابل که عمدتاً هزاره نشین است واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته است. محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید دشمنان صلح نه تنها برای سبوتاژ روند صلح دست به کار شدند، بلکه برای تفرقه قومی و مذهبی در برابر یک قوم حملاتشان را آغاز کردند. وی تاکید میکند که حکومت و جامعه جهانی باید حملات به باشندگان غرب کابل را به عنوان نسل‌کشی بشناسد و در برابر آن بی‌تفاوت نباشد. اگر در آموزشگاه، اگر در کلب عروسی، باید همش به خاک خون کشیده شد به نام هزاره. چه معنا داره، چه تفسیر داره ای جز این که مصداق جنوساید باشه و نسل کشی؟ آقای خلیلی تاکید میکند که وضعیت کشور حساس است و مردم هزاره کار نمیکنند که به زیان حکومت تمام شود، اما وی هشدار میدهد که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد هزاره ها خود برای تامین امنیتشان دست به کار میشوند. نه در برابر صلح تحمیلی که جایگاه این مردم در نظر گرفته نشود تن میدهد اصحاب واضح می و نه در برابر این باند جنایتکاری که هر روز به نام قوم موردی به نام قومش موردی هجوم قرار میگیره کوتاه می. آقای خلیلی همچنان روند صلح را نیز انتقاد کرده، می افزاید که اگر در این روند به تمام اقوام توجه نشود توافق بین حکومت و طالبان ناممکن است.